صدها تن از باشندگان هرات نسبت به تغییر مسیر اصلی پروژه توتاب دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. تظاهر کنندگان در این راهپیمایی از حکومت می‌خواهند تا پروژه انتقال لین برق از مسیر اصلی ولایت‌های مرکزی انتقال یابد. آنها همچنان خواهان شروع کار سرک طلایی یا مرکزی افغانستان هستند که ولایت‌های هرات و غور را به بامیان الی مرکز کشور وصل می‌سازد. اما ارگ ریاست جمهوری اخیراً کمیسیونی را تشکیل داده تا این مسئله را به گونه بنیادی حل کند. محسن کریمی گزارش می‌دهد. تظاهرات در هرات بابت پروژه توتاب. صدها مظاهره کننده در این اعتراض مسالمت آمیز شرکت کردند و نسبت به تصمیم اخیر حکومت بابت انتقال لین برق پروژه توتاب اعتراض کردند. مظاهره کنندگان شعار عدالت سر می دهند و از حکومت می خواهند که این پروژه بزرگ را از مسیر ولایت های مرکزی کشور انتقال دهد. آنان تصمیم اخیر حکومت را نسبت به تغییر مسیر لین برق این پروژه بی‌عدالتی می‌خوانند. درباره حقوق مردم، حق مردم به خاطر برق داده همه چیز از این دولت فقط حق و عدالت می‌خوام. تغییر نباید بکنه، از مسیر بامیان باید بیاید. حق مسلم ماست، ما از حق خود دفاع می‌کنیم. برق هم چی باشه؟ امروز حرکت مردم در مقابل ظلم و تبعیضی که در این کشور حاکم شده صورت گرفتند. این مردم خواهان عدالت است، خواهان برابری است، خواهان وحدت است. تظاهرات کننده ها در این راهپیمایی مسیر طولانی را طی کردند. تجمع آنها در مقابل ساختمان ولایت هرات و سر دادن شعارهای عدالت عدالت مسیر اصلی پروژه توتاب بامیان. خواست این مظاهره کننده ها آمدن لین برق این پروژه بزرگ منطقه‌ای از مسیر ولایت های مرکزی است. برخی ها به این باورند که این مسیر امن‌تر است و خیلی از ولایت ها تحت پوشش خدمات انرژی برق قرار می گیرند. تصمیم گرفته جناب آقای اشرف غنی که بعد این مسیر تغییر بخوره، از طریق سالنگ بیایه و همچنین موضوع سرک جاده مرکزی هرات کابل که 14 سال تا کنون هیچ کاری در رابطه صورت نگرفته. این مردم میخوان خواستار اینن که سرک هرچی زودتر اقدام بشه توسط حکومت مرکزی و همچنین ما حمایت خود از جاده بسیر جاده بامیان سمنگان میدان اعلام میکنیم. پروژه توتاب انرژی برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد. تا چندین سال گذشته این پروژه عملی نشده است. حالا هم که قرارداد آن بسته شده، مسیر اصلی آن تغییر کرده است. این باره سر و صداهای زیاد را بلند کرده. مسئولان اداره محلی هرات میگویند ارگ ریاست جمهوری در زمینه کمیسیون مشخصی را ایجاد کرده تا این مسئله را حل کند. مقام عالی ریاست جمهوری در این مورد یک کمیسیون عالی رتبه تعیین کردم، کمیسیون ملی است. اداره محلی هرات هر نظر که کمیسیون ملی در این زمینه ابراز نظر کنه از او حمایت میکنه و ما طالب هدایت از مرکز هستیم، ولی خاص از این مردم را ما مرکز انشاءالله انتقال میدیم به اساس یک نامه. در حال حاضر حکومت برای انتقال لین برق توتاب مسیر سالنگ را بر بامیان ترجیح داده است. اما این مسئله اعتراض های جدی را در ولایت های مرکزی کشور به دنبال داشته است. رایزنی ها برای چگونگی انتقال پروژه برق توتاب ادامه دارد و معلوم نیست بالاخره این لین بزرگ برق از کدام مسیر به افغانستان وارد خواهد شد.